در این شماره از بسته اخبار بین المللی ایسنا خبرهایی از اختلاف نظر ایران و چهار کشور مرتبط با حادثه هواپیمای اوکراینی، تازه ترین تحولات مذاکرات احیای برجام، ادامه ناآرامی‌های خونین در قزاقستان و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 18 دی شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان به ترتیب به مرز 304 میلیون و 5 میلیون و 500 هزار نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 258 میلیون و 400 هزار نفر از این بیماری بهبود یافتند. با گسترش سویه اومیکرون، رکورد شناسایی مبتلایان جدید در آمریکا به شکل روزانه شکسته می‌شود و تعداد فوتی‌های این کشور هم افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. کشورهای آمریکای جنوبی هم با رشد مجدد آمار مبتلایان روبرو شدند و در این میان برزیل و آرژانتین دارای بدترین شرایط هستند. در بین کشورهای توسعه یافته اروپا، فرانسه وخیم‌ترین شرایط را دارد و روز جمعه بیش از 332 هزار مبتلای جدید در این کشور شناسایی شد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با تاکید بر مواضع پیشین خود گفته حال شهروندان مخالف واکسیناسیون را می‌گیرد و از گفته خود در این رابطه پشیمان نیست. در سوی دیگر جهان، هند با شناسایی بیش از 140 هزار مبتلای جدید تنها در روز جمعه بیشترین مبتلایان جدید خود در 10 ماه اخیر را ثبت کرد و ژاپن هم بار دیگر با افزایش ناگهانی افراد آلوده به کرونا روبرو شده است. همچنین امارات متحده عربی، عربستان، بحرین و قطر به شکل کم سابقه ای با افزایش مبتلایان جدید روبرو شدند. اختلاف نظر ایران و چهار کشور مرتبط با حادثه هواپیمای اوکراینی. وزارت امور خارجه ایران در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در بیانیه‌ای از آمادگی خود برای مذاکره با کشورهای مرتبط با این حادثه خبر داد. این در حالی است که چند روز قبل کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد، چهار کشور مرتبط با جان باختگان هواپیمای اوکراینی، در بیانیه‌ای مشترک تا 15 دی به ایران فرصت داده بودند به سوالات مربوط به این حادثه تلخ پاسخ دهد. در غیر این صورت دست به اقدامات دیگری خواهند زد. کشورهای یاد شده که تعدادی از شهروندان خود را در حادثه هواپیمای اوکراینی از دست دادند، 16 دی مذاکره با ایران را بی‌نتیجه دانستند و اعلام کردند این پرونده را در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کنند. دادگاه عالی اونتاریوی کانادا نیز چند روز قبل طی حکمی ایران را به پرداخت دست کم 107 میلیون دلار غرامت به خانواده‌های 6 تن از قربانیان محکوم کرد. ادامه ناآرامی‌های خونین در قزاقستان. همزمان با ادامه تظاهرات گسترده در قزاقستان، رئیس سابق کمیته امنیت ملی این کشور به اتهام وطن فروشی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، نیز به نیروهای امنیتی دستور داده برای کنترل اعتراضات به قصد کشتن معترضان به آنها شلیک کنند. ناآرامی‌های قزاقستان با دست کم 44 کشته تا روز جمعه با افزایش قیمت سوخت آغاز شده بود، اما معترضان اکنون خواستار آزادی‌های سیاسی بیشتری هستند. تازه ترین تحولات مذاکرات احیای برجام. همزمان با دور هشتم مذاکرات احیای برجام، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از فرصت محدود و چند هفته‌ای برای احیای این توافقنامه خبر داد. نت پرایس با تاکید بر لزوم سرعت گرفتن پیشرفت در مذاکرات اعلام کرد در صورتی که احیای برجام به نتیجه نرسد، آمریکا مسیر دیگری را در پیش خواهد گرفت. وزیر خارجه فرانسه نیز هشدار داد با وجود پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات وین، زمان برای رسیدن به توافق در حال سپری شدن است. وزیر خارجه آلمان هم چند روز قبل گفته بود مذاکرات در این دو هفته وارد مرحله حساسی می‌شود و فرصت برای احیای برجام رو به اتمام است. از سوی دیگر، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، خبر داد که در مسیر رسیدن به توافق و برداشته شدن تحریم‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده است. همچنین در حاشیه مذاکرات هسته‌ای وین، معاون وزیر خارجه کره جنوبی با همتای ایرانی خود دیدار کرد. در این دیدار دو طرف توافق کردند که آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی باید هر چه سریع‌تر عملی شود. تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق توسط مقتدی صدر. دو منبع سیاسی آگاه در عراق فاش کردند فرایند تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی توسط رهبر جریان صدر به پایان رسیده است. طبق گزارش‌ها، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، فراکسیون اکثریت را با 180 نماینده تشکیل داده و وظیفه آن انتخاب دولت جدید است. نخستین جلسه پارلمانی جدید عراق امروز برگزار می‌شود. آزادی رهبری مخالفان دولت اتیوپی.
به دنبال آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی مخالف دولت در اتیوپی، از جمله اسکندر نگا، دولت این کشور از تصمیم خود برای انجام گفتگوی ملی با مخالفان سیاسی این کشور خبر داد. اسکندر نگا یکی از برجسته‌ترین رهبران اپوزیسیون اتیوپی است که پس از اعتراضات خونین این کشور در سال 2020 دستگیر شده بود.